با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا. چند نفری از دوستان نوشتن که شما چرا به مسائل ایران نمیپردازید و همش از آمریکا و اروپا صحبت میکنید. بعضی هم نوشتن که شما چرا فقط به آمریکا گیر دادید، اروپا رو گیر ندادید. خدمت شما عرض کنم شما کلیپ منو گوش نکردید، هم یه دونه یه دو تا رو گوش کردید، اما اینا همش به ایران مربوطه. اگر سال 56 57 چند نفر پیدا می شدن با همون امکانات اون زمان می گفتن آقا این خمینی دروغ میگه، خمینی دجاله، خمینی شیطانه، بحث 70 تومن پول نفت یه بحث انحرافی است و بیایم حساب کنیم اگر پول نفت بدن کشور چه اتفاقی میفته و و و. فقط در تمام مدت سال 50 اواخر 56 و اول سال 57 تا اواخرش یک نفر مشنیدم حرف زد، نمید معیده صحبت کرد، گفت کاری نکنید که ایران به جایی برسد که سردر و سرانها بنویسند ورود سگ و ایرانی ممنوع. ولی باز هم عظمت ایرانی ها، ابهتشون، سوادشون، ابتکار عملشون باز هم دنیا رو مقهور خودش کرد، به غیر از دو تا کشور که یه تعدادی جا درصد بالاتر یه درصد پایین تره که دیگه بقیه همه جای ایرانی باز افتخارن، تو کشورها سربلند و سرفراز هستند و زود خودشون نباختن، هر جوری بود مناطبشون حفظ کردن، عزتشون حفظ کردن، با تلاششون کارا رو کردن. یعنی که میگم نسبی هست ولی اکثریت اینطور بودند. و دوستان از من این صحبت که میکنم برای شماها میکنم که پس بخصا نسل جوان، پس نه کسی نبود ما بگه که ترامپ این کارو میکنه، اروپا این کارو میکنه، روسیه این طوره، اون اونجوره. بدونید که همه اینها دعوا سر لافت ملاست، سر بردن منافعشون از کشور ماست و کشور مشابه ما. ما به کشور دیگه کاری نداریم فعلا. تمام اینا برای همین دارم صحبت میکنم، من میمونه در تاریخ، باور کنید میمونه و میدونم میمونه. پس اگر من صحبتی از آمریکا میکنم، از اونجا میکنم، از اونجا میکنم، میخوام بگم اینها تمامشون باز کیسه دوختند، اینها ناحالشون، ریشهشون اروپا، آمریکا، روسیه، شوروی سابق و چین، اینها تمام ناحالشون تو خون بار اومده. دیگه این آب زلال نمیفهمن چیه، با خون باید بیارن بالا، خونم آخرش همش میشه فساد، چرک و کسافت که شده دنیا رو گرفته و اینا همشو خوش خواهند شد. پس من اگه صحبت میکنم همش مربوط به ایران میشه دوست عزیز، به ما ایرانی ها کی صحبت میکنم؟ من به من چه آمریکا، من چه اروپا، اونها با ما کار دارند و میخوام بگم که ما در انتخابمون، در آیندهمون خودمون باشیم. ما نسبت به اونها خیلی سرتریم. بگذاریم خدمت شما این صحبت که ارزا میشه، ترامپ میگه، اون میگه، اون میگه. ترامپ چون کاسب هست و کاسبیست در آمریکا بزرگ شده، خالی بندی زیاد میکنه. همین دوستشون میگفتن که خالی بندی زیاد میکنه و این خالی بندیاش لطمه سنگینی به اقتصاد آمریکا زده و خالی بندیاش نمیگیره چون خلاصه دور برش هم ختم روزگار هستند. اما در مسائلی که برای دنیا صحبت میکنه خیلی آدم صادقیه، همین که به زبونش میاد همون فکرش هم کار میکنه، همونو میگه. اگه الان یه کشور دیگه در مورد تحریم ایران با ما همکاری نکنن، ال نکنن، بل نکنن، باشون برخورد میکنیم، واقعا این کارو میکنه. اگر البته گفتم رشته کار دست اون ارباباش هم در اومده، الان دیگه اینو با هم تعارف نمیکنن، همشون مشکل دارن، تمام دنیا در حال سقوطه، لبه 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 پرتگاه هستن، پرتگاهی که عمقش معلوم نیست. چرا؟ چون تولید در دنیا خوابیده، اقتصاد در دنیا خوابیده، حتی مواد غذایی داره به کمبود مواجه میشه، حتی مواد غذایی با کمبود مواجه میشه و خیلی مسائل دیگه که یک مقدارش گفتم، یک مقدار بعد خودتون میگیرید. که حتی کرونا جالبه، روی مواد غذایی که تراریخته است یا دستکاری شده است اثر گذاشته. خوشحالم از این بابت. خب اینو بهتون میگم که اینا که با هم جنگ میکنه دیگه جنگ زرگر نیست، این دیگه سیاه‌بازی نیست. بود تا هم 10-15 روز 20 روز قبل یک ماه قبل هم بود، ولی الان همشون در
حالت رکود کامل و سقوط کامل هستن و ملت ها به هیچ کس تعرف ندارن، به خصوص اروپا، آفریقا، ملت روسیه، ملت چی که از همین را بدتره. با امریکا هم که دیگه مشخصه یک چی میگن یک آشه هردنبیل هست و از هر طرف هست. در نتیجه این روزایی بحثایی که میکنن، این حرفایی که میزنن، هر کس میخواد خودش نجات بده، یواش یواش اینو بیشتر علنی میشه. الان مثلا مکرون میاد میگه آقا من حرف آمریکا رو گوش نمیکنم. الان اینها آمدن یک کار کنترلات کردن برای آزمایش واکسن ها در ایران و چند کشور دیگه، میخوان چند میلیارد در بیارن، نه که از ملت ایران بگیرن، نه، فروشش قیمت اینقدر پایین است که بتونن بخرن. اما این طرح فهمیدن با توجه به ارتباط جمعی در دنیا هست و دنیا مدیا، این طرح از پیش شکست خورده است، داره دق میکنن همشون. بچه هم میتونه واکسن نیست، واکسن برای پیشگیری است. واکسن وقتی کسی بزنه دیگه مریضی رو نمیگیره، نه اینکه اینها راستو ساختن و میخوان بیان پاتنش رو بسازن. همه کارشون دینی و رو حواست، هر چی کسی که علمی من قبول ندارم. آقای پاپ میاد پای چیزا رو میبوسه، دکتر رو میبوسه که دین در مقابل کرونا شکست خورد. تو غلط کردی آقای پاپ، حواس جمع باشه چی میگی. تو فکر پاپ هر چی همینه، تو چرا از علم حرف نمیزنی؟ شماها با این عالمای علم پزشکی و ابزارم، شما دستتون یک کاسه است، پشت پرده همه با هم خائن بالفطره و این دنیا اینجا نمیرسید. شما دنیا رو با آتش کشیدید و اینها بی عرضه ها بی لیاقت ها بار اومدن که اینجا رسید و این همه تلف ها داره دنیا میده. تو فکر چون پاپ هستی هرچی گفتی همون نخیر، تو هم یه آدم شیاد و مزور هیلیگری هستی. این کاری که میکنی ریاکاریه و یه بچه میفهمه که بیه از روی این پرت کنه ور که اینا علم شکست نه، چون شما با علم با اینه که کار علمی میکنه، شما هم توی دست و توی کاس هست. وگرنه مذهب در کنار علم باید مراقبت کند که علم بیراهه نرود، که تمامی سالیان لاغل 50-60 سال اخیر 70 سال اخیر علم همش بیراهه رفته است، تماما بیراهه رفته است. در سی دو سال من صحبت می کنم برای ملت ایران، برای جوان ها و امثال هم خواهم می کنم که اینها حواسشون جمع باشه در حق در انتخاب و حق انتخاب آگاهانه عمل بکنند. یه عده مثلا بین 4-6% در تمام دنیا بودن هستن و خواهم بود، اینا میخوان هر چیز تجربه کنن. نه آقا من قبول ندارم. خب نداریم، تجربه کردن عمر دو تا میخواد، یک بار به دست آوردن، یه بار چیکار کردن به کار بستن، که جزء محالاته، محال محاله، چون کسی تو عمر خدا بهش نمیده و زندگیش تباه میکنه. هم قاعده خدمتتون عرض کردم که 90% مردم اصلا تقلید میکنن، بین 4-6% میخوان خودش هر چیزی تجربه کنن، 2-3% بعضی کشورها هم تو مایا تعقل میکنن. یه آدمی که تعقل میکنن فکر میکنن تنبلن، تن به کار نمیدن. تو اون 1-2% هستن که عمل میکنن، میشن جو نوابق دنیا که حالا این درصد کم کم داره به هم میخوره و دنیا میده به جا به جا میشه خوشبختن. تقلید داره کم کم کمتر میشه، یه جور دیگه تقلید است، ولی امیدوارم که این مسئله بیشتر نیاد. پس الان آقای ترامپ که داره به انتخابات فران میکنه، بیسار میکنه و بعد میکنه در از حرفایی رو میزنه، اون حرف دلش رو میزنه و اون ارباباش هم که پشت خط بودن های میکشیدن نخو، اونها خودشون به هم ریختن، چون بازی به هم خورد. الان در 3,000 میلیارد دلار بدهی نبیده کسری بودجه میده، یعنی چی؟ همشون بدترن یا بدترن. من اینو سال قبل یادتون باشه گفتم، یک سال نیم قبل گفتم اینو تمامشون بدهکار هستن، ابر بدهکار دنیا هستن اینا. پس این همه چریدن، این همه اسلحه فروختن، این همه کارا که کجا رسیدن؟ کو دنبشون تمام پولها در راه بیراهه رفته تمامش. در نتیجه حالا به فقر و فلاکت افتادن و حتی فقر و فلاکت خودش نشون میده دیگه، به 2-3 ماه نخواهد کشید. خب خدمت شما هستم که 2-3 کلیپ دیگه خواهم گذاشت، یکی راجع بحث حکومت شیطانی، حکومت خامنه‌ای که قبلا گفتم، باز هم میگم دوستای حسینی کمک کردن و فاید اصلی این کلیپ که بی بی سی گذاشته 48 دقیقه، 40 چند دقیقه، 2 ساعت خورده واسه من اومده داده میگه بچه روشی تصویر بذاره و بتونیم در مثلا 5 قسمت 6 قسمت 20-25 دقیقه 30 دقیقه براتون بفرستم. این فایل رو گوش کنید، ببینید که جنگ رو خانواده شهدا، خانواده جانبازا، خانواده اسرا، خانواده
معلول واقعا گوش کنن که چه کسی به مملکت تصمیم گرفتن. خمینی چه جلادا و بی‌شرفا بی‌سوادی سر کار گذاشت که ملت من مملکت به اینجا رسوند. پشت اون ابروهای کثافتش تمام کینه بود. محسن رضایی چی می‌دونست از جنگ؟ همون که بهتون گفتم یک کسی سربازی هم نرسه، سرباز سفرنامه است، بذار فرمانده کل قوا چی کار میکنه؟ مست میشه، امبش مشتبه میشه که من نظرکرده خداوند هستم، اون خبر از نظرکرده شیطان هست و میاد و این مملکت با آتش میکشه. و حتی بچه سپاهی که اون زمان بودن حالا یه جا هست میپرسن که آقا شما چرا فرمانده هایی که میذاری اینا کسی نیستن، کسی نمیذاری که کار بلد باشن؟ میگه نه، اینا هم یاد میگیرن سر کلی اینو استا میشن، اما جون میدن، جون سر جون ملت در جوانه مردم استا میشن. خیلی کلیپ صوتی جالبیه، کارش اصلا رسید خوشبختانه، حتما برات میذارم. خدمت شما هستم که فقط برای قربانگوی خمینی بودن که جوانا رو بکشن. هیچ کس از اون سوال جواب نکنه کی جرأت در مقابل خمینی، بس در مقابل خامنه ای. خامنه ای شیخ بود، آخوند بود، یک شبه شد آیت الله و شد رهبر. کی جرأت سوال جواب بکنه؟ وقت میگن مردم چرا میترسن؟ البته خوشبختانه دیگه به طور نسبی جمعیت ترس و خیرش ریخته دیگه، چون ماهیت پیدا مشخص شده دیگه، نمایندگی خداشون هم مشخص شده. شیطان اینا شرمش میاد، شرم میکنه از اینا. و افشاگری ها در سطح خیلی بالای شروع شده و ادامه داره و بعضی کلیپ ها بعضی مثلا میاد بیرون که اصلا مردم شوک میشن. وقاحت اینا، بی‌شرمی اینا، خائن بودن اینا، اصلا باورتون میشه. از همه مهمتر بعد از اینکه حکومت ساقط شده بزرگ اتفاق داره میفته و ما میخوام با یک جوری بشه با کمترین هزینه ممکن باشه که داره همون جوری میشه. من اینجا پرانتز باز کنم که الان سفارتخونه ها رو اعلام کردن 35% تعدیل نیرو بکنن، بخصوص نیروی امنیتیشون و نیروی که چون حقوقشون دیگه نمیرسن بدن، نمیتونن بدن، توانش پول نیست که بخوام بدن، کمیشون میکنن و اینا خیلی خوبه، خیلی خوبه. و خدمت شما عرض کنم که پس اینها الان دارن به اون جایی میرسن که باید برسن، حقشون هم هست. بعد از اینکه این حکومت ساقط شد که بزنی ساقط میشه حکومت در بیاد، بعد فیلم ها هزاران فیلم و سریال ساخته خواهد شد که اینا چه کردن. تازه مردم از اون خواب اساسی بیدار میشند، تو چه جایی بودن، چه دامی بودن، چه فاجعه‌ای بودن، به خیر گذشته همه چی. اینا همه کار میخواستن بکنن، هر جا آمدن شکست خوردن، چون خلاصه خدایی هم هست، قانون کائنات هم هست، هر چی شما خواستین نمیشه. دور دورتون بود گذشت، چند روزی نوبت شما بود گذشت، یه در جرف گذشته. من راجع واکسن حتما صحبت خواهم کرد، یک کلیپ مفصل خواهم گذاشت که بدونید مردم حتی مردم حواسشون جمعه، هر کسی هم دلش خواست بره بزنه بره بزنه، ولی این بهت میگم واکسن نیست و یک آزمایشه. یعنی معاملن میخوان یک در موش آزمایشی کنن، اونا خودشون میدونن و طرفاتم بده و همسال. یه خانم از مشهد زنگ زد که راجب خانم نسرین سوتی صحبت کرد، راجب خانم دیگه بنام سپهری هم چی کسی، خیلی بامزه صحبت میکرد، خیلی بامزه بود و از مش خواسته هایی داشت که در یک کلیپ این خواهم گفت، خیلی بامزه است. خب ایام بکن روزگار خوش. پس من اگه حرف میزنم این سال 57 نشه بگن آقا کسی حرف نزد، نگفت، ما ندونستیم، نه، اینا برای همش واسه آزادی و آبادی و حق و انتخاب درست ملت هست. یعنی با تفکر، با تعقل، با تشخیص، با تطبیق انتخاب کنند. پای انتخابشان وایسن، انتخابشان وایسن. همیشه هم دوست دست آشغال همه جا بوده دیگه. نمیشه نباشه. دیگه از اون گوشت ماهی گرفته تا هر چیزی، نه خود دوست دست آشغال هست. اهمیت نمیدیم. خب ایام بکن روزگار خوش.